بله، حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب در تمام طول سال مهمه، اما تو روزهای گرم و نورانی تابستون از همیشه مهمتره، چون بیشتر تو هوای آزاد هستیم، چون لباسهای بازتری میپوشیم. حالا حتما نباید تو خیابون باشه، تو بالکن خونه، حیات هم خورشید از تابش بیدریق اشعه مافوق بنفشش کوتاه نمیاد و تابش مستقیم و غیر مستقیم این اشعه به پوست نتیجه نگران کننده‌ای به دنبال داره: ابتلا به سرطان پوست. متخصصین میگن از هر 10 نفری که سرطان پوست میگیره، 9 نفر فقط به خاطر اینکه از خودش در مقابل اشعه فوق بنفش مراقبت نکرده و سرطان گرفته پیش اومده. اما چه باید کرد؟ گزارش دکتر شیده رضایی رو ببینیم تا از خودش بیشتر بپرسیم. تابستون شروع شده. روزا بلندترن و گرمای هوا امکان گردش و تفریح در فضای آزاد و فراهم کرده. تا اینجا همه چیش خوبه. ولی حواستون باشه، فریب آب و رنگ خورشید خانومو نخورین، چون ساعتهای طولانی در معرض نور آفتاب بودن خطرناکه. البته جزء خطرناک نور آفتاب اشعه ماورای بنفش یا اولتراویول است که 3 طیف متفاوت داره. اولتراویول یک اشعه نامرئیه که در نور خورشید و لامپا و تجهیزاتی که به این منظور ساخته میشن وجود داره، از تجهیزات پیچیده‌ای که در اتاق عمل به کار میرن تا حتی یه لامپ مهتابی معمولی. این اشعه قابلیت نفوذ عمقی داره و میتونه در هسته سلول تغییراتی ایجاد کنه که منجر به سرطان بشه. 3 طیف ماورای بنفش با هم تفاوتایی دارن. نوع A از لایه‌های جو با آسونی عبور میکنه و قابلیت نفوذ بالایی در پوست داره، و وقتی به لایه‌های عمقی پوست رسید، بافت همبند و کلاژن رو خراب میکنه، موجب پیری زودرس و ابتلا به سرطان پوست میشه. نوع بیوسی که بسیار خطرناکترن، قاعدتا توسط لایه اوزون جذب میشن. نازک شدن لایه اوزون طی سالهای اخیر هم دلیل مهم دیگه‌ای برای بالا رفتن میزان سرطان پوست در دنیا است. آمارهای سازمان جهانی بهداشت حاکی از اینه که در چند دهه اخیر شیوع سرطان پوست خیلی بالا رفته و تقریبا در اغلب نقاط دنیا سرطان پوست رتبه اول سرطان‌ها را به خودش اختصاص داده. انجمن متخصصان پوست آمریکا تنها دلیل این افزایش رو مواجهه طولانی و بدون حفاظ کافی در برابر آفتاب می‌دونن و میگن از هر 100 نفری که سرطان پوست میگیرن، برای 70 تا 90 نفرشون هیچ دلیلی غیر از مواجهه با نور مستقیم آفتاب وجود نداره. البته سرطان پوست انواع مختلف داره. ملانوم بدخیم که منشأش سلولای رنگدانه‌ای پوست و بسیار مرگباره، و سرطان‌هایی که از سلولهای پایه یا سنگفرشی پوست نشأت گرفتند و به سادگی قابل درمانند. علاوه بر سرطان پوست، اشعه اولتراویوله موجب کدر شدن عدسی چشم یا آب مروارید میشه و کاتاراکت ناشی از آفتاب سالیانه 12 تا 15 میلیون نفر رو در جهان کور میکنه. اما این هنوز همه داستان نیست. سیستم ایمنی بدن هم به نور خورشید، یا بهتر بگم به اشعه اولتراویوله موجود در نور خورشید، واکنش نشون میده و مواجهه طولانی مدت با نور آفتاب خطر بیماری‌های اوتوایمیون مثل لوپوس رو بالا می‌بره، و اینها همه در شرایطی اتفاق می‌افته که پیشگیری از کوری و سرطان پوست فقط با رعایت همین چند نکته ساده امکان پذیره. اون نکات چیان؟ وقتی در طول روز از خونه بیرون میرین، حتی اگه به ظاهر خبری از آفتاب نیست و هوا ابریه، از کرم ضد آفتاب استفاده کنید، لباس‌های آستین بلند و پوشیده تنتون کنید، عینک آفتابی بزنید و چتر و سایبون رو هم فراموش نکنید، و حواستون باشه پاتون رو تو سالن‌های تن و سولاریوم نذارید. خب گفتیم بیاییم بیرون استودیو صحبتمون رو سر آفتاب و کرما و اینها بیرون استودیو انجام بدیم. یه خب یه زنگ تفریح هم هست برای برنامه‌مون. شیده با ماست. شیده، اول بگو که مکانیزم این کرمای ضد آفتاب چجوریه؟ ببین، مکانیزم اثرش اینه وقتی به صورت یه قشر روی پوست قرار میگیرن، با موادی که توشونه جلو جذب اشعه اولتراویوله یا فوق بنفش آفتاب رو میگیرن و اونو در یه حدی رفلکس میدن و بازتاب میدن و پخشش میکنن، نتیجتا به پوست نمیرسه. اما خب میدونی هر کرم ضد آفتابی یه فاکتوری رو روش مشخص کردن که فاکتور محافظت کننده در برابر آفتاب یا همون SPF. خب مهمه که اون SPF یا اون فاکتور چند باشه، چقدر قوی باشه اون کرم. به طور مشخص در کشورهای آفتابگیری مثل ایران حداقل باید از 30 بالاتر باشه که بتونه اثر کنه.
و یه چیزی که خیلی مهمه در مورد کرمای ضد آفتاب اینه که حتما 2 ساعت یه بار تجدیدش کنیم، به خصوص اگه مثلا رفتین تو آب شنا کردیم و کرم ضد آب نیست، حتما باید تجدید بشه، وگرنه خب خاصیتش رو از دست میده. و به یک عاملی هم باید توجه کنید که هواشناسی همیشه اعلام میکنه، کمتر کسی بهش توجه میکنه، اون اندکس اشعه فوق بنفش یا اولتراویوله آفتابه. در مورد ایران من امروز همه جا رو چک کردم، 11 بود این اندکس، از 0 تا 11 و 11 خطرناکترین حالت ممکنشه. یعنی حتما با کلا داشته باشین، حتما با اشعه کرم ضد آفتاب زده باشین، عینک داشته باشین و یه چیزی مثل سایه‌بونی چیزی رو سرتون. بعد تکلیف این محصولات که خودشون حاوی مواد ضد آفتاب هستن چی هست؟ آیا بعد با این محصولات باز هم کرم ضد آفتاب استفاده کرد یا نه اینا کافیان؟ ببین مهم اینه که روش نوشته باشه قدرت محافظت کنندگی و پوشانندگی یا همون SPF چنده. اگه 30 پس مشکلی نداره، میتونید فقط همون محصول آرایشی رو استفاده کنید و خیالتون از آفتاب هم راحت باشه. ولی اگه به فرض 5-10 ایناست خب فایده نداره. ببین توی گزارش یه نکته اصلی داشت، اونم تاثیر همین اولتراویوله بودش که عامل اصلی بیماری های هست مثل سرطان پوست و کوری که ناشی از همون آب مروارید و اینها هست. اما اولتراویوله همیشه مضر نیست، مثلا توی نرمی استخوان برای بچه ها میگن که باید اتفاقا برسه به پوست و بدن. نه ببین اولتراویوله خب به طور یعنی منظورم اینه که مواجهه با آفتاب، در معرض آفتاب بودن. سالی 2-3 میلیون سرطان پوست نوع مثلا سلولای سنگ فرشی رو ایجاد میکنه و سلولای پایه‌ای، و تقریبا میتونم بگم 130,000 تا ملانوم در دنیا که خیلی خطرناکه و کشنده، و از نزدیک 12-15 میلیون نفر به خاطر آب مروارید ناشی از اولتراویوله آفتاب کور میشن. پس یعنی از لحاظ بهداشت عمومی، از لحاظ آسیبی که به جامعه میزنه خیلی خطرناکه، و حتما سیاست های پیشگیری از اشعه آفتاب باید ادغام بشه در توی یک برنامه بهداشت کشوری. اون قسمتی که شما بهش اشاره میکنی مربوط به نرمی استخوان یا حتی درمان اگزما، درمان پسوریازیس، بله اولتراویوله لازم داره، ولی اونا که تحت نظر پزشک انجام میشه برای درمان اگزما و پسوریازیس، و در مورد نرمی استخوان 5 دقیقه است. 5 دقیقه قرارگیری در معرض آفتاب کافیه، نه 6 ساعت نرین را برین تو آفتاب. بعد حالا تکلیف این سالونای تنینگ و اینا که اینقدر پول میگیرن چیه؟ اینا فقط بکش خوشگلم کنه دیگه، واقعا میکشن دیگه، یعنی مضرن؟ ببین در واقع بکشش که همون بکشش سر جاشه، خوشگلم کنش دیگه سلیقه ایه، ولی کم سرطان واقعا در سالن های تنینگ استفاده از اون اشعه سولاریوم احتمالش خیلی بالا میره، هم ملانوم، هم سرطان های سلولای سنگ فرشی پوست و هم سرطان حفره چشم. به هیچ وجه توصیه نمیشه به هیچ وجه از سالن های تنینگ استفاده نکن. پس عینکامونو میزنیم، کلاهامون هم سرمون میکنیم، مایانمون رفت، آفتابمون هم میزنیم، خورشیم اگر ما الان کرم نزده باشیم. همه همشه بریم تو استودیو با هم دیگه بریم.